با درود به همیهنان عزیز در سراسر جهان، ایمان فروتن هستم، مهندس طراح ماشین مبارزه. به برنامه دیگری از ماشین مبارزه SOS ایران خوش آمدید. همونطوری که در کلیپ قبلی دیدید، عزیزانی که این برنامه رو الان به طور زنده و ملاحظه می‌کنند از شبکه جهانی پارس و یا از کانال یوتیوب ماشین مبارزه SOS ایران میتونید که اگر نظری دارید و مایلید که در رابطه با صحبتهایی که در طول این برنامه انجام میشه نظر خودتون رو انتقادتون رو بنویسید، میتونید از طریق کانال تلگرام ماشین مبارزه اون پیام رو بگذارید و یا در طی برنامه و یا بعد از اون پاسخ اون برای شما و یا نظرات دوستان گفته خواهد شد. در برنامه امروز بیشتر برنامه رو ما گذاشتیم برای یک پنلی که از 4 نفر از مبارزانی که در ماشین مبارزه ثبت نام کردن از نقاط مختلف دنیا، از جمله یکی از مبارزان که از درون کشور یکی دو تا پیام فرستاده و نظراتشو گفته، این پنل رو خواهیم داشت و موضوع امروز موضوع جنگ حماس اسرائیل، وضعیت خاورمیانه، مسائل دیگر دنیا و در نهایت به ما و ایرانی ها و ایران و ایرانی ربطش چه ها میتونه باشه و ما چه میتونیم بکنیم. در این بخش اول اجازه بدید که من چند دقیقه نظرات شخصی خودم بگم. بنابراین توی ماشین مبارزه همونجوری قبلا گفتیم دیگه سازمان ها گروه ها مطرح هستن، ولی نه اونجوری که بخوان موازه سازمانی رو بگن، هر سازمانی کاراشو انجام میده. اگر که نماینده یک سازمان در ماشین مبارزه صحبت کرد، خب میتونه بگه من SOS این شماره هستم و نماینده فلان سازمان هستم، ولی اکثر کسانی که در ماشین مبارزه میان و پروژهاشون رو میذارن با مسئولیت فردی میان، ولی خب هر دوش امکان داره. پس من در این بخش برنامه میخوام نظرات شخصی خودم رو بگم در رابطه این که من چگونه میبینم این وضع خاورمیانه رو. یکی چند تا سوال که آدینه گذشته سوال کردم و از چند ساعت بعد از برنامه آدینه بعضی از پاسخ ها اومد اشاره میکنم، و
بعد یه تنفس میگیریم، پنل وارد میشن و سوالهایی از دوستان خواهیم کرد و نظر این عزیزان رو خواهیم دونست که این عزیزان چگونه فکر میکنن در رابطه با این اوضاع چند روز گذشته. خب همیان گرامی، در این که حماس اومد و یکی از وحشیانه ترین عملات رو کرد به اسرائیل، به شهروندان غیر نظامی اسرائیل در روز پیش، دو تا شنبه گذشته، و کارهایی کردن که اصلا آدم باورش نمیشه، کله بچه کوچیک رو بریدن، بچه های کوچیک و 30-40 تا رو کشتن، سوزوندن، به بانوان تجاوز کردند، پدر و مادر رو جلوی بچه هاشون کشتند، بچه ها رو جلوی پدر مادر رو کشتند. تا دیروز بیش از 200 نفر گروگان غیر نظامی گرفتن، اکثرا احتمالا 203 تا. دیست دو ساعت پیش گفتن دو تاشون رو قراره که آزاد کنن این حماسی ها، حالا باز 201 میمونه. و این کار وحشت ناک وحشیانه است و البته در تمام این سالها قبل از این حملات هم که من و بسیار دیگر و صحبت میکردیم در رابطه با فرق فلسطینیا و حماس و غیره با کشور اسرائیل، نظر شخصی من همیشه این بوده و نظر سازمانه هم که بسیاری باش کردیم ولی کار میکردیم، من نظر شخصی من بوده تنها کشور دموکراتیک در خاورمیانه اسرائیل، تنها کشوری که هر موقع تونسته به ایران کمک کرده، به مردمش از آب و تکنولوژی هر چیز دیگه و یا خواسته اسرائیل بوده، تنها کشوری هستش که حتی رئیس جمهورش میتونن استیضاح کنن، همین نتانیاهو کردن، رفت اومد، انتخابات در اسرائیل، برعکس تمام دوروبریاش که خب یه سری مسلمانای فناتیک هستن مثل حوتی ها و غیره، حماس و ازبالله، یه سر دیگه هم به ارساد مسلمان هم ولی دارن کم کم را میفتن، عربستان سعودی تازگه گذاشته زنا رانندگی بکنن و سینما برن، از این حرف ها براو. بدبختی ها از اسلام فناتیکه. فیلم دو هفته پیش رو نگاه بکنید ببینید که این رئیس حماس ریش سفیده مالدشون چه نمازی شروع کردن خوندن وقتی که تلویزیون داشت تو همون اتاقشون نشون میداد که چگونه اینا رفتن و 1000 نفر رو زدن و کشتن و غیره و به اونجا رسیدن. سوالی که بعد راجبش صحبت بشه اینه که این اتفاقی که افتاد، هفته پیش هم من سوال کردم، تمام این سازمان های اطلاعاتی دنیا، 17 سازمان اطلاعاتی آمریکا، CIA یکیش، 16 تا دیگه سازمان های اطلاعاتی اسرائیل که این همه تو دنیا قویان، بعد از این همه برنامه ریزی و تمرین و حمله چند جانبه که شد به اسرائیل، هیچ کس در این چند ماه قبلش نفهمید اینا دارن تکون میکنن، یک کاری میخوان بکنن. این سوال رو آدینه پیش من کردم، چند ساعت بعدش خبر اومد که مصر 3 ساعت قبلش میدونسته، به یکی گفته، حالا من جزئیات چه میدونم، به اسرائیل گفته بوده، مصر میدونسته و گفته، کسی کاری نکرد. چند روز پیش یه جا خوندم که یه ویسل بلوور از توی سازمان CIA در اومده گفته ما هم یک حرکاتی رو دیدیم که حماس و اینا داشتن اونو میکردن و اونا رو فرستادیم به کاخ سفید ولی به کاخ سفید نرسید. حالا نرسید، کاخ سفید نگرفت، اینا نفرستادن، چی شد نمیدونم، ولی اینو تو اخبار معتبر من خوندم. پس احتمالاً هم کاخ سفید یعنی CIA میدونست مقدارش رو، هم مصر میدونست. اینو من به هیچ وجه فکر نکنید که من خدای نکرده بگید مثلا من فکر کنم آقای نتانیاهو یا حتی بایدن اینا میدونستن اینا میخوان اینجوری بزنن و بکشن و گفتن، نه، همون کسایی که به نظر من اومدن و این کووید رو انداختن گردن ما و بعد این واکسن ها رو زدن بدن ما، بعدم حالا که اونجا تموم شد حالا میخوان بگن ما همه اون 6 سال دیگه میمیریم برای اینکه هوا میخواد یه جوری بشه تو دنیا، برای همین گاوا رو بکشین و گوش نخوریم و سوسک بخوریم، اینا این همون هایی هستن که دارن به نظر من اینا رو از طریق رسانه هایی که دستشون هست مثل NBC و CBS و نمیدونم واشنگتن پست و نیویورک تایمز و حتی بخشی از فاکس و CNN و اینا و سیاستمداری مثل بایدن اون و اون زلنسکی که به نظر من یک آدم دزد مافیایی هست و همچنین از این ور آقای مکرون اینا، وقتی کاخ سفید وقتی همه یه حرف بزنن و حرفشون این چیه؟ اسرائیل باید یه جوری که بره فلسطین و اون کاری که باید بکنه، غیر مستقیم دارن این میگن بعد نکشید، زیاد نکشید، بعد بره. پس اینا این نقشه رو کشیدن که فلسطینیا و این نقشه غزه اینا باید یه جوری عوض بشه.
کار دیگه هم که دارن میکنن یا خواسته نخواسته، ولی فکر کنم همدنه الان، ببین تمام توجه از یوکراین اومده به خاورمیانه. چرا؟ و دیشب آقای بایدن که رفت سخنرانی کرد، بیشتر حرفش این بود که پول بدیم و بفرستیم یوکراین. یعنی این بودجه‌ای که میگه به زودی بعد اضطراری برم از کنگره بگیرم، اسرائیل هم نیازهاشو وصل کرده به یوکراین به جای که جدا جدا بکنه. چرا؟ برای که کنگره میگه ما دیگه به یوکراین پول نمیدیم، پولا رو گرفتید خرج میکنن، میخورن، میدوزن، ما خودمون اینجا بدبختی داریم، تو آمریکا شما دارین این کارا رو میکنید. بنابراین دیشب هم که اومد گفت پول بدین که ما اسرائیل رو کمک بکنیم، حالا اونم یک دعوای دیگری هست. و آخرینش هم اینه که الان دنیا متاسفانه و شوربختانه کار اینا کردن که طرفدارای فلسطین و طرفداران اسرائیل تو خیابونای آمریکا و دنیا شروع کنن بر ضد هم دیگه دعوا کردن. خدا کنه که نذارن شروع کنن دیگه بزنن و بکشن آتیش، همون کاری که برحال به اون بلک لایوز ماتر دو سال پیش کردن. من اینجوری میبینم، جامعه رو تقسیم کنید، همه رو با هم دشمن کنید، تو سر هم بزنن، برای اینکه این وسط اون وقت دولت میاد میگه من از شما محافظت میکنم آقای بایدن، تا ببینیم که چه کارهای دیگری هم میخوام بکنن. از اتاق فرمان خواهش میکنم یک کلیپ SOS داریم که اونو نگاه میکنیم، برمیگردیم و پنلمون رو صحبت رو باهاش آغاز خواهیم کرد. با ما باشید. با درود مجدد از میهمانان گرامی خواهش میکنم دوربینا و میکروفوناشون رو باز بکنند. میهمانان گرامی امروز ما آقای شهرام ارشد نژاد هستند، SOS 3332. آقای حسام شهسواری هستند، SOS 3322. و آقای سینا ترابی، SOS 3309. عزیزانی که با چهره میان، SOS هایی هستن که با شخصیت حقیقی، باید عزیزان خارج از کشور با شخصیت حقیقی میان، رنگشون سبز، چهره هاشون میبینین. اگر کسانی هستن که با شخصیت حقیقی اسمشون مبارزه میدونن چه کسانی هستن و کارشون به کمک هایی که به SOS میکنن قابل توجه هست، با توافق دو طرف میشود که با شخصیت سایه همکاری بکنم مثل SOS 3309. درود دارم به تک تک شما عزیزان. چون وقت کمه، اجازه بدید شروع کنیم با آقای سینا ترابی، SOS 3309. از همه دوستان خواهش میکنم در چند دقیقه تحلیل خودشون رو بگن، چه فکر میکنید، چرا اینجوری شد، چگونه شد و غیره. من یک کوتاه در بخش قبلی گفتم، اجازه بدید شروع کنیم با سینا و بعدم جناب شهسواری و آقای ارشد نژاد. بفهمید، خواهش میکنم. درود میگم خدمت شما جناب آقای فومیوتن و تمام بیننده های عزیز. در مورد شرایط پیچیده‌ای که در منطقه خاورمیانه پیش اومده، همونطور که شما به درستی اشاره کردید، متاسفانه دو دستگی که بین مردم دنیا دارن به وجود میارن از این طریق. اما آقای موساب حسن یوسف که از سال 2003 با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل همکاری می‌کردن، دیروز در صحبتشون با فاکس نیوز صحبت‌هایی داشتن و می‌گفتن که اسرائیل داره بزرگترین لطف رو در حق مردم فلسطین می‌کنه و دیدگاه بین‌المللی، دیدگاه مردم که به وجود اومده بر علیه اسرائیل، میگفت این در اولویت دوم قرار داره و بعد از اینکه به جنگ رسیدگی شد باید به اون قضیه رسیدگی کرد. اما من نظرم این هستش که متاسفانه سیاست مماشاتی که
کشورهای غربی پیش گرفتن در قبال این هرج و مرجی که جمهوری اسلامی در منطقه داره به وجود میاره، بهای سنگینی رو برای خود همین دولت‌ها و مردم غرب به بار خواهد آورد. به چه علت؟ به این علت که ممکنه در کوتاه مدت منافعی رو براشون تأمین بکنه، مثل فروش اسلحه‌هاشون در منطقه بین کشورهای عرب یا مصرف این اسلحه ها در اسرائیل رو و اوکراین، اما این هسته های تروریستی و این ایدئولوژی که در دنیا پخش شده به واسطه این مماشات، همین الان ما داریم میبینیم که توی کشورهای غربی در جاهایی که دموکراسی هست، جاهایی که دسترسی دارن به رسانه ها و اینترنت آزاد، میبینیم که چه اندیشه های رادیکالی با چه جمعیت زیادی شکل گرفته و اینها میتونن خیلی خیلی ضرر بزرگی رو برای این دولت ها به وجود بیارن. باید بدونن که اگر از مردم ایران حمایت نکنن در این برهه، بهای خیلی سنگین رو پرداخت خواهند کرد، صدها برابر بیشتر از این منافعی که تو کوتاه مدت به دست آوردن یا به دست میخوان بیارن. خطرهایی که پیش رو هست، احتمالاتی که پیش رو هست، که این هستش که احتمال میره که نیروهای حماس گروگانها رو توی برنامه زنده، توی شو، به صورت شو زنده اعدام بکنن، همون کاری که داعش کرد. و دیروز دوباره MI5 چیز کردش، هشدار داد که احتمال عملیات گروه های وابسته به جمهوری اسلامی در بریتانیا وجود داره. من وقتی بیشتری نمیگیرم و در دور بعدی بسیار سپاسگزارم از این تحلیل که فرمودید. الان اجازه بدید که ما حالا در طول این برنامه در رابطه با نقش جمهوری احتمالی جمهوری اسلامی و اتفاقاتش بیشتر و عمیق‌تر صحبت میکنیم. اجازه بدید از جناب شه سواری خواهش کنم که درود بر شما، SOS 3322، شما تحلیل کلیتون در رابطه با از این دو هفته قبل تا الان چیه؟ بفهمید خواهش میکنم. سپاسگزارم. ضمن درود خدمت شما و مهمانان گرانقدر، من به صورت یه خورده مسئله رو بازتر میکنم، سعی میکنم مسئله رو بازتر کنم. خب چون در حال حاضر توی یه بوره زمانی قرار داریم که گردش اطلاعات وجود داره، اتفاقات خاورمیانه دقیقا برمیگرده به یه سری اتفاقات که به نام نظم نوین جهانی در منطقه، اتفاقاتی که در منطقه قرار روی بده و استارتون به صورت جنگ در واقع شروع شد. این نظم نوین جهانی قرار بود منطقه رو به صورت یعنی کاملا امن کنه. امنیت منطقه هم در واقع با صلح ابراهیم بود که چندین سال پیریزی شده، قرار بود به سرانجام برسه، ولی خب این حمله دقیقا با محوریت پشت پرده ایران باعث شد که این در واقع جلوگیری بشه از این صلح اعراب و اسرائیل. در واقع اینا نمیدونستن که اینا پلن جایگزین هم قطعا دارن برای اینکه این صلح حالا پاکسازی خاورمیانه. اول قرار بود از طریق بسیار دموکراسی و به صورت سیاسی مسئله رو حل کنن با سران کشورهای عرب، سران کشورهای آمریکا، اروپا، اسرائیلی، و این زمان نزدیک شدنش مخصوصا به صلح عربستان و اسرائیل این اتفاق افتاد، اتفاقی که در واقع جمهوری اسلامی و نیروهای شبه نظامی که متصل بهشون هستن فکر میکنن که با این میتونن جلو این اتفاق رو بگیرن. صلح ابراهیم باعث میشه که در واقع بازوهای اقتصادی شبه نظامیان تو منطقه قطع بشه. در واقع اومدن این حمله حماس رو قشنگ پیریزی کردن، برنامه‌ریزی کردن. این حمله حماس همونجوری که شما هم گفتید، یعنی باورمند نیست واسه این خیلی‌ها که حتی اسرائیل یا سیستم‌های امنیتی از این موضوع مطلع نباشن، ولی خب شاید تله بوده واسه این اتفاق، واسه کشیدن حماس. و تو این مدت گذشته هم دیدین که چه پاسخ کوبنده به حماس داده شد، حتی با سفر سران کشورهای اروپایی، آمریکا، بریتانیا در این برهه‌ای که تل‌آویو فیفا زیر موشک بود، ولی این سران خودشون رو به اسرائیل رسوندن و اعلام همبستگی متحدانه کردن با اسرائیل، اعلام کردن که تا آخر پای اسرائیل ایستادند. از حمله حتی به غزه بعد از حماس، نابودی حماس حمایت کردن و از حمله به غزه هم حمایت کردن.
حالا من سعی میکنم جلوتر یه سری مسائل بیشتر باز کنم، بیشتر از این وقت رو نگیرم. بسیار سپاسگزارم از شما. جناب شهرام گرامی، ارشد نژاد، سوئس 33-32، شما نظر خودتون، تحلیل کلی خودتون از تمام این جریان چه است؟ بفهمید، خواهش میکنم. بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه. من هم مثل بسیاری از مردم جهان غافلگیر شدم وقتی این اتفاق افتاد، در بهت و ناباوری به سر می بردم و از ابعاد جنایتی که علیه بشریت انجام شد، غیر نظامیان رو به اون شکل فجیع بکشن و اون میزان تلفات عظیم رو به اسرائیل وارد بکنن در یک زمان بسیار کوتاه، حیرت زده شدم و اولین سوال برای من این بود که این نیروهای امنیتی اسرائیلی کجا بودن و چگونه این اتفاق افتاد. با توجه به اینکه شما این رو در سخنانتون فرمودید که مصر، دولت مصر اطلاع داده بود به اسرائیل، من چیزی که خوندم و میدونستم این بود که نه 3 ساعت بلکه 3 روز قبل از حمله مصر به اسرائیل خبر داده بود. حالا چرا اسرائیل حرکت نکرده بود ما نمیدونیم. این تحقیقات بعد از جنگ هست که رخ خواهند داد و اولین قربانی سیاسی این جنگ در اسرائیل به نظر من شخص نتانیاهو خواهد بود. همون اتفاقی که برای گولده مایر افتاد در انتظار نتانیاهو خواهد بود و فعلا همه مشغول مدیریت جنگ هستند. بعد از برقراری صلح و آرامش اون وقت مسئله تحقیقات هست و تصفیه حساب‌های داخلی اسرائیل، تارگت و اون قربانی، هدف اصلی در واقع نتانیاهو هست. حالا اینکه چرا حماس چنین کاری کرد، همه ما داریم پیش بینی میکنیم، داریم حدس و گمان میزنیم. صلح ابراهیم بوده، تهدید خامنه ای بود و اینکه عربستان داره اشتباه میکنه با اسرائیل، میخواد صلح بکنه و چه و چه، و شما پشیمون خواهید شد. این حرف خامنه ای زد قبل از این حمله که شما پشیمون خواهید شد از این کار. حالا میگویند پیش بینی های خامنه ای درست از آب در اومد. بنابراین میشود فرض کرد یا نتیجه گیری کرد که این توطئه جمهوری اسلامی بوده با همدستی حماس که یک چنین کاری انجام بگیرد. درنچه نقش ایران در این جریان قابل انکار نیست، به خصوص که رسما هم اعلام کردن، همیشه هم حمایت کردن، چیز پنهانی نیست. بنابراین اون حرفی که نتانیاهو همون روز اول جنگ زد که ما در آینده ترکیب خاورمیانه رو عوض خواهیم کرد، این تهدیدی است که من فکر می‌کنم متوجه ایرانه و ایران هزینه این جنگ حماس رو خواهد پرداخت به شکل بسیار سنگین و غم‌انگیزی. این هزینه رو مردم ایران و کشور ایران خواهند پرداخت. این داستان در حماس تموم نمیشه. این چیزی که من میفهمم. حالا چرا دستگاه های امنیتی اسرائیل این گاف بزرگ کردن هنوز معلوم نیست. بنابراین در نظر داشته باشید که حماس و همه این گروه های اسلامی و دولت عربی طرح اولیهشون، موضع سیاسی اولیهشون از زمان برپایی اسرائیل، یعنی از سال 1948 که قطعنامه سازمان ملل صادر شد مبنی بر تشکیل 2 کشور فلسطین و اسرائیل، یهودی ها پذیرفتن طرح قطعنامه سازمان ملل رو و فلسطینیان و عرب نپذیرفتن. از همون روز اول اینها دشمنی خودشون رو با اسرائیل اعلام کردن و تا به امروز این ادامه داره. حالا اینکه چرا ایران خودش رو درگیر مسائل عربی میکنه، این یک سوال برای ما ایرانیان. خود اعراب بارها گفتن به ایران که مسائل عربی مسائل عربی است و ربطی به ایران نداره، ایران نباید دخالت بکنه، از جمله در مسئله فلسطین. منتها جمهوری اسلامی میکنه این کار رو بر اساس حالا هر تصوری که دارن، وحدت اسلامی که داشت حرف میزنن که مثلا جبهه متحد اسلامی درست بشه بر علیه کفر و همین تبلیغاتی که میکنن. هنوز در تاریخ اسلام وحدت میان شیعه و سنی رخ نداده. چگونه جمهوری اسلامی این کارو میخواد بکنه به هزینه ملت؟ 40 ساله داره یک چنین زوری میزنه که همیشه هم برگشت به اصطلاح برگشت تو صورت خودش. این یک سواله که ما تکلیف خودمون رو چگونه میخوایم بفهمیم. یعنی یه تکلیف ملت ایران دارن با دولت، با حکومت جمهوری اسلامی، یه تکلیف حکومت اسلامی داره با کل خاورمیانه و همه اینا در یک فضای ابهام آلوده
که باعث بیثباتی میشه و بیثباتی هم منجر به خشونت میشه. یعنی این جنگ غیر منتظره در از نظر تاریخی نیست، این اتفاق بارها افتاده و اینکه حماس نمیدونست اسرائیل چه کار باهاش خواهد کرد، اینم یک سواله که عملا ملامت بر روی حماس هست که مردم فلسطین رو و زن و بچه بیپناه فلسطین رو قربانی دم گلوله توپ اسرائیلی کرده. و پشت اینا در این دو سه دقیقه‌ای که وقت داریم در این بخش برنامه، من سوال بعدی رو از آقای حسام بپرسم، دو عزیز دیگر در بخش بعد از تبلیغات تلویزیون پارس و این صحبت آقای شهرام ادامه میدیم. این حمله ای که شد به این بیمارستان و ظاهرا تعداد زیادی 400 تا 500 نفر کشته شدن، که فوری اون حماسی آمدن گفتن آی اسرائیل زره داغون کرد و فلان این حرفا، و جمهوری اسلامی و همون رو طبق معمول شروع کردن دادن به این رسانه‌های گلوبالیست و همه شروع کردن حمله کردن. حتی دو تا نماینده مجلس کنگره آمریکا، اون خانومه که از دمال میرسوتاس خود ایلمان مهار، اون یکی طالب مال میشیگان که نماینده این فلسطینیا هست، اینا آمدن به دروغ عکس گذاشتن این حرفا. بعد فهمیدیم نه، ظاهرا تا اونجایی که هم بایدن هم بقیه هم گفتن و اینو انقدر فیلم و ایناشو نشون دادن، فکر کنیم دقیقه میگم مال خود اون یکی گروه تروریستی نه همچیز اسلامیک جهاد بوده، که بله جهاد اسلامی بوده که حالا اشتباهی خورده به خودشون، حالا یا عمدن زدن یا سهلن. من میخوام از آقای شهرسواری بپرسم که شما نظرتون راجع به اون بیمارستان چه هست؟ آیا واقعا عمدی بوده، سهلی بوده؟ ولی خب از لحاظ پابلیک ریلیشن و اینا میدونیم که اینا خوب کار کردن. بفهمید، خواهش میکنم. عرضم به حضورتون، این از اونجا که تجربه همین اتفاق ما در ایران دو دفعه داشتیم، یه بار اوایل انقلاب سینما رکس رو داشتیم و هواپیمای اوکراین، که الان خیلی از کارشناسان این اتفاق رو با این دو حوادث دارن مقایسه میکنن و پشت پرده حماس هم جمهوری اسلامی قطعا اتاق فکر این ایده رو به حماس داده. ولی چرا این اتفاق افتاد؟ حماس توی 10 روز گذشته زیر حملات شدید بود، ولی زمانی که چند تن از فرماندهان ارشد سیاسی و نظامیش کشته شد و معاون دفتر سیاسی حماس دستگیر شد، حماس پیغام فرستاد که آماده است که یه سری از گروگانا رو با چیز صلح برقرار کنی، گروگانا رو آزاد کنی، که اسرائیل قبول نکرد، دست به این خودزنی زد. اما من اینو همزمان، یعنی مشابه با ایران نمیدونم، من اینو دقیقا مشابه میدونم با انفجاری که توی بیروت 2 سال پیش افتاد. در قلب بیروت اگر خاطرتون باشه انبار نیترات بود که جمع‌آوری کرده بودن در دل شهر بیروت. همین اتفاق پشت بیمارستانی که مورد حمله قرار گرفت پایگاهی بود که تجهیزات انفجاری و نظامی داشت. حالا از راکتایی که مورد پرتاب شده بود، یکی اونجا هدایت میشه که باعث انفجار میشه، 2 تا راکت بوده، راکت بوده که یک از راکت‌ها انفجار زیاد نبوده، ولی راکتی که پشت قبرستون بوده به پشت قبرستون و اون انبار برخورد میکنه، باعث کشته شدن طبق گفته رسانه 50 نفر میشه. بلافاصله رسانه‌های چپ اینو بولد کردن توی ساعت‌های اولیه، تو 8 ساعت اول، که بلیس حماس اینجوری شد، اسرائیل بیمارستان زده. خب مظلوم نمایی حماس مثل همیشه، ولی خب مستنداتی اومد بیرون، چه از وایس بین 2 تا تروریست حماس، چه از فیلمای تصویری، نشون داد که راکت از طرف خود گروه جهاد اسلامی زده شده و قطعا ایدهش از طرف جمهوری اسلامی بوده، ولی خب اینم با شکست رو میشه. ولی خب این باعث شورش اسلامگرایان تون رو مخصوصا تو کشورهای دیگه میشه، که اینم دقیقاً همون چیزی که دنیا میخواد. مرسی. با سپاس از شما همیهنان گرامی، این پنل رو ما ادامه خواهیم داد بعد از یک 2-3 دقیقه که تنفس بگیریم، تبلیغات تلویزیون پارس رو نگاه میکنیم، برمیگردیم و ادامه میدیم این پنل رو با میهمانان گرامی. با ما باشید. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. شرکت جی ال ویز به اطلاع می رساند که به دنبال استقبال بی سابقه شما عزیزان، تخفیف بهاری اپلیکیشن جی ال ویز تا آخر تابستان 2023 تمدید شده است.
شما تا پایان ماه سپتامبر فرصت دارید تا اشتراک 6 و 12 ماهه اپلیکیشن GLVز برای تلویزیون های هوشمند را با 25% تخفیف دریافت کنید. برای سفارش با تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا از وبسایت glviz.com دیدن کنید. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های GLVز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های GLVز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. جیل تاک تنها اپلیکیشن تلفنی است که یک شماره تلفن آمریکا و یا کانادا را در اختیار شما می‌گذارد تا دوستانتان بتوانند از هر کجای دنیا با شما تماس بگیرند. شما هم می‌توانید با ارزان‌ترین قیمت با هر کشوری در دنیا ارتباط برقرار کنید. آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئد، مالزی و ده ها کشور دیگر در جهان فقط 1 سنت در دقیقه. ترکیه، رومانی، نیوزلند و ژاپن فقط 2 سنت در دقیقه. نرخ تماس با باقی کشورها را می توانید در قسمت ریت چکر جیل تاک پیدا کنید. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می کنیم. آگهی خود را به GLVز بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. دنیایی از کانال‌های تلویزیونی، فیلم، سریال و برنامه‌های پربیننده برای همه پلتفرم‌ها در هر کجای جهان. خب شروع شد برنامه. من اینجا چون ندیدم که با چه تبلیغ اومدیم، داشتم سعی میکردم صدای یکی از SOS ها رو که از ایران فرستاده بود چک کنم، در طول برنامه اون رو پخش میکنیم. خب اجازه بدید که اینجا ادامه بدیم اون سوالی که من کردم که چرا فکر میکنیم که حماس سهلان همدن اینجوری حمله کرد به اون بیمارستان. ولی این سوالم اضافه میکنم که 3309 سینا اگر خواست به هر کدوم از اینا خواست پاسخ بده. و اون سوال اینه که دیدیم آقای بایدن بودو بودو رفت یه روز 8 ساعته اسرائیل، برگشت بگه ما هم هستیم و پشتیبانی میکنیم، و وزیر امور خارجه انگلیس هم همینطور. اینا چرا بودو بودو رفتن؟ آیا این به خاطر همون صحبت هایی که کردیم؟ آقای سینا خواهش میکنم بفهمید. 3309 بله، در مورد این موضوع که حماس بیمارستان مورد هدف قرار داد، اینو میشه با احتمال خیلی بالا گفتش. یعنی حتی اگر هم اسرائیل هدف قرار داده باشه، باید از خاک غزه با موشک های حماس این کار کرده باشه، که همچین کاری نمیکنه اسرائیل. چون که اگر دیده باشید در تصاویر، موشکایی که اسرائیل شلیک میکنه به بیسمنت، به پایه‌های ساختمون برخورد میکنه و کل ساختمون از پایین تخریب میکنه میاره پایین، نه اینکه بخوره توی پارکینگ و انبار و اینجور جاها. در مورد این موضوع که آقای بایدن چرا یه همچین شوی رو انجام داد ولی در مقابل هنوز که هنوزه جمهوری اسلامی رو که محور این شرارت هست مقصر ندونسته، با توجه به اینکه 30 آمریکایی مردن، 30 شهروند آمریکا
مردن در این حمله حماس و هنوز گروگان های آمریکایی در دست این تروریست های حماس هستند، این نکته که عجیب هستش. و میگم پول هایی که آزاد شد در قطر، در قطری که طالبان دفتر داره، حماس دفتر داره، به رسمیت میشناسن اینها رو، هنوز هیچ مقام آمریکایی نتونسته تضمین بده که این پول ها فریز هستن. بله اعلام میکنن که ما درخواست این گفتیم که فریز کنن، ولی هیچ کدومشون تا حالا این تضمین رو ندن که قطر به این پایبند هستش یا نه. ببینید یه اتفاقی که اینجا خیلی ذهنها رو درگیر میکنه، آقای اشد نژاد هم خیلی مدبرانه به این نکته اشاره کردن، خانم گولده مونیر که نخست وزیر اسرائیل بودن در زمان جنگ یوم کیپور یا روز کیپور سال 1973، زمانی که مصر و سوریه جبهه های رو باز کردن، حمله کردن به سمت به اسرائیل، به خاک اسرائیل. اونجا هم همین اتفاق افتاده بود که جاسوس های اسرائیلی اطلاع داده بودن به آقای موش دایان وزیر جنگ اون زمان، ولی اونا جدی نگرفته بودن، گفته بودن ما توی جنگ شش روزه سال 1967 زدیم اینا رو له و لورده کردیم، جرات نمی کنن به ما حمله کنن. این اتفاق هم، حالا من این را از یکی از رادیوهای فارسی زبان مستقر در اسرائیل شنیدم که یه همچین استدلالی رو می آورد، ولی باز هم با این استدلال هم نمیشه توجیه کرد، چون که بعد از اینکه از 15 تا 21 نقطه نیروهای حماس وارد خاک اسرائیل شدن و این کشتار کردن، 3 ساعت طول کشید تا اولین واکنش ارتش رو داشته باشیم. بله پایگاه هایی که بودن که بهشون حمله شد، خب اونا متقابلا از خودشون دفاع کردن، ولی پاسخی که ارتش بده، تحرکی که ارتش داشته باشه در این قبال، حداقل 2.5 تا 3 ساعت طول کشید تا این کار بکنن، در صورتی که هلیکوپترهای آپاچی اسرائیل در عرض 4 دقیقه میتونستن خودشون رو توی منطقه برسونن. شما فکر کن نیم ساعت هم قهوهشو بخورن خلاص. چرا نکردن؟ این ذهن آدمو درگیر میکنه. از طرفی 360 هزار نیروی رزرو ارتش اسرائیل فراخوان داده شده، فعال شدن، یعنی در حال حاضر بیش از 550 هزار نیروی ارتش اسرائیل فعال هستن. یعنی خیلی هزینه سنگینیه روی یک کشور، و این قطعا برای مقابله با 20 هزار نفر نیروی حماس نخواهد بود. و اینها خب منفعتی داره که آقای بایدن فاسد هستن، خب برشون منفعت داره که این شوها رو اجرا میکنن. با سپاس از شما. چون وقتمون کم است، من 2 تا سوال بعدی رو علاوه بر اینایی که هست روی میز میارم که جناب ارشد نجات خواستم به هر کدوم پاسخ بدن، بعد یه صدایی که از ایران تازه رسید اون رو اگه وقت شد پخش میکنیم، و بعد جناب شهسواری. یکی اینی که 2 تا مسئله است، یکی اینکه خب اسرائیل و حماس دارن با هم جنگ میکنن، بنا به صحبتایی که تحلیلی که همه کردیم، اینا فکر میکنیم که اسرائیل چرا سبز گرفته غزه رو پاک بکنه، حماس رو داغون بکنه بره. من شخصا فکر میکنم متاسفانه با وجود این همه انسانهای بیگناه هر دو طرف کشته میشن مثل اوکراین و اینا، ولی اگر اینا نباشن که هر روز بخواین حمله رو بکنن، شاید در نهایت مثل اون قرارداد ابراهیم که ابراهیم کورت که آقای ترامپ شروع کرده بود، شاید بهتر بشه وضع خاورمیانه، ولی خب پیش کدوممون حداقل و ما کشتن انسانهای بیگناه رو دوست نداریم. دو تا سوال دیگه اینه، اگه اینو جنگو ادامه بدن که دارن ادامه میدن، از لحاظ اقتصادی و کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه اقتصاد ایران چطور میشه که ظاهرا از الان شروع شده قیمتا بالا و غیره؟ و سوال دوم اینه که آیا واقعا شما عزیزان فکر میکنید جمهوری اسلامی این کاری کرده و یا آمادگی داره که عمدن بیاد وارد جنگ بشه و اونو بهانه کنه برای اینکه چند سال دیگه هم بخواد بمونه، یا اینکه سهلا یکی بمب در بکنه اینا مجبور شن که این کارا رو بکنن؟ جناب ارشد نژاد در حدود 2-3 دقیقه بفرمایید، خواهش میکنم. میکروفونتون بسته است جناب ارشد، بفرمایید. معذرت میخوام. بله این پرسش بسیار اساسی هستن و با 2-3 دقیقه نمیشه جواب داد. درباره رفتار امریکایی ها قبلا یه نکته رو من اشاره بکنم. امریکاییان، اون چیزی که من تا حالا شناختم از رفتار امریکاییان این است که لبخند میزنن، مؤدبانه هم حرف میزنن،
ولی بسیار جدی هستن و بسیار کینه توز هستن. یعنی این نیست که چیزی رو فراموش بکنن. یعنی ما در طول این 43-44 سال اخیر گذشته همچنان داریم هزینه اشغال سفارتخانه امریکا رو داریم میپردازیم. این نیست که امریکایی فراموش کرده باشن بگن خب حالا تموم شد رفت. هنوز ما گرفتار اون تجاوزی هستیم که به مجموعه قوانین بین الملل کردیم که رهبر انقلاب گفت این انقلاب دوم است، اسمشو گذاشت انقلاب دوم. ما چوبشو هنوز داریم میخوریم، تموم نشده. بنابراین این مسئله حمله حماس و اینها رو و واکنش امریکا رو مطلقا دست کم نگیرید. این تبعات خواهد داشت، دامنه خواهد داشت. حضور بایدن در تل‌آویو صرفا جنبه سمبولیک نیست، بسیار جنبه استراتژیک داره و ما ابعادش رو خواهیم دید در آینده. من یه مثال میزنم درباره هند و پاکستان، بعد به سوال شما بپردازم. وقتی هندوستان مستقل شد از انگلستان، دو تا کشور به وجود اومدن، یعنی شبه جزیره هند وقتی مستقل شد، هند و پاکستان. پاکستان جایی بود که مسلمان‌ها در اکثریت بودند و این باعث شد که کشور پاکستان هم در شرق هندوستان قرار بگیره هم در غرب هندوستان. یعنی هندوستان افتاده بود وسط پاکستان، در شکم پاکستان بود. جنگ اول هند و پاکستان بر سر این موضوع در گرفت و مسئله استراتژیک برای هند شکستن پاکستان و تجزیه پاکستان بود که امروز ما کشور بنگلادش رو که مستقل از پاکستان هست در شرق هندوستان داریم میبینیم و پاکستان هم در غرب هندوستان هست. همین وضعیت رو اسرائیل داره با این دوتا منطقه فلسطینی در شرق و غرب این کشور. بنابراین مسئله ایجاد دو کشور که من هم شخصا جز مدافعین این طرح هستم که فلسطینیان هم حق دارن کشور مستقل خودشون رو بسازن، اما یک بحران، یک مسئله مکانیکی این وسط هست که استراتژیکه، که چگونه اسرائیلی ها ممکن است اجازه بدن که یک کشور فلسطین به وجود بیاد هم در شرق هم در غرب مرز سیاسی داشته باشن. شما فکر کنید عراق مثلا در شرق ایران هم می بود، مثلا افغانستان بخشی از خاک عراق می شد با رهبریت صدام حسین، چه فاجعه ای می شد. این مسئله مهم هست. بنابراین موضوع حماس یک بار برای همیشه باید حل بشه از نگاه اسرائیلی ها دارم عرض می کنم و این اون حالاست. برگردیم به پرسش شما. ببخشید اجازه بدید من به دوستان دیگه هم برم، وقت شد برمیگردیم به سوال اصلی شما. وقت برنامه‌مون هم در دوازده. جناب شهرام، شما نگاهتون چه است؟ چه فکر میکنید در آینده نزدیک خواهد شد نقش جمهوری اسلامی به جنگ اومدنش یا غیره؟ بفهمید جناب شهرام. اتفاقاتی که در حال حاضر روی داده قطعاً سرش به جمهوری اسلامی، یعنی به داخل خاک ایران کشیده خواهد شد. چرا در حال حاضر بایدن اعلام نمی‌کنه یا سران کشور اروپایی اعلام می‌کنن که نمی‌کنن که نقشی در از جمهوری اسلامی در این حمله وجود داره؟ دلیل خاص داره. اطراف اسرائیل توی منطقه بازوهای جمهوری اسلامی 6 تا بازو داره، از حزب الله بگیری تا حوثی‌های یمن بگیری تا عراق بگیری تا زینبیون فاطمیون سوریه لبنان حماس. الان نمی‌تونه همه رو با هم، اگه اعلام کنه جمهوری اسلامی مطمئن بشه که آقا نقشش روشن شده، قطعاً منطقه به صورت وحشتناک بمب خواهد ریخت. خب این سیاست مماشاته. بایدن این سیاست مماشات داره. بلافاصله بعد از حمایتی که از اسرائیل کرد، ناوهای جنگی که فرستاد اطراف مدیترانه، 550 هزار سرباز تکاور آمریکایی رو آماده روی ناوا نگه داشته. خب این حوادث بزرگی قطعاً تو راه هست. این قطعاً تا یه، نه اینکه به زودی، چون تو سیاست یا توی جنگ این نمیشه بگه ما هفته دیگه به ایران حمله میکنه، نه، تا دو ماه دیگه این پاکسازی، این دست هشبای جمهوری اسلامی باید پاکسازی بشه، بعد سراغ جمهوری اسلامی خواهد رفت. اما قطعاً با کمک بریتانیا، دیدید که بایدن اومد حتی من نتونست مصر رو قانع کنه، بلافاصله برگشت بر ریشی سوناک اومد نخست وزیر انگلیس. چرا؟ چون مصر یکی از چیزای بریتانیاست، عراق یکی از مستعمرهای بریتانیاست بعد از جنگ جهانی. این اتفاق افتاد. حتی لبنان مستعمره فرانسه است، ولی خب بودجه نظامیش داره از ایران میگیره. این سیاستای پشت پرده است که الان برای این درست کردن منطقه اومدن و قطعا تا دو ماه دیگه اتفاقات خیلی بزرگتری رو خواهیم دید که این جنگ نمیشه گفت به حمله به داخل خاک ایران کشیده خواهد شد. و از نظر اقتصادی بیشک مردم ایران بیشترین ضربه رو خواهند خورد. از همین الان دلار طلا
مواد غذایی بسیار داره گرانتر میشه. مردم به نظر من اگه بهش از این تریبون به مردم خواهش کنم اگر میتونن تو این 2 ماه آینده از نظر آذوقه مواد غذایی، از نظر دارویی، هر آنچه که احتیاج دارن و ذخیره کنن برای چند ماه، بسیار بسیار میتونه مفیدتر باشه در آیندهش. مرسی. مرسی از شما. دوستان گرامی، صدایی که از ایران اومده چون بعد تغییر میدادیم و ویدیوش آماده نشد، من فقط یه از صدا رو پخش میکنم. یکیش در رابطه وضع اقتصادی ایران بود، یکی هم در رابطه موضوع دیگری. اجازه بدید که من این کلیپ رو پخش بکنم، فقط صداش رو، امیدوارم که دوستان بتونن بشنون. و نوع دردی که داخل کشور از نارضایتی و مخالفتی که مردم کشور و این حکومت دارن و در بدنه نظامیش هم خیلی از نیروها از نظر عقیدتی ریزش کردن و چنین درگیری هایی میتونه به صورت محدود به رژیم کمک بکنه که نظامی هایی که از نظر عقیدتی ریزش کردن و دوباره برگردنه به سمت خودش و بحث اتحاد ملی رو هم به جامعه برگردونه. ولی خب اگر این درگیری با اسرائیل انجام بشه به صورت مستقیم میتونه تبعات زیادی داشته باشه و حتی به سقوط حکومت منجر بشه، چون دیگه اونجا نمیتونه خودش به هر شکلی یا هر زمانی که بخواد جنگ رو پایان بده. و برآورد میکنم من در جنگ با اسرائیل حماس کردم در جریان هست رژیم از گروه های شبه نظامی و یا وابسته به خودش مثل فاطمیون زیدن بیان و حزب الله استفاده بکنه، این شهامت رو نداشته باشه که خودش مستقیم وارد جنگ بشه، چون میدونه چنین جنگی میتونه به سقوط خودش منجر بشه بنابه نارضایتی که هست و انزوایی که در جامعه جهانی هست. چون بعد از چند روز اگر جنگ آغاز بشه اینا نیاز به پشتیبانی لوجستیک دارن و بنا به تحریمی هم که هست این کار شدنی نیست. آهای اونایی که با صدا، این یه صدای دیگه بود از اومده بود. خب با سپاس از رستاخیز اسوس 3314 3309 سینا ترابی، شما لطفا نظرتون در رابطه با ورود جمهوری اسلامی مسئله اقتصادی در ایران بفهمید، خواهش میکنم. در مورد مسئله اقتصادی ایران دو تا بخش جدا داریم. برای جمهوری اسلامی هزینه داره جنگ و وارد جنگ شدن، ولی خود جنگ به نفع جمهوری اسلامی هست، چون که جنگ مستلزم سوخته، یعنی نفت مصرف میکنن، سوخت میسوزنن، لوجستیکی که باید جا به جا بشه و خب این روی قیمت جهانی نفت تاثیرگذار خواهد بود این قضیه. ولی برای مردمی که هزینه های این جنگ رو باید پرداخت بکنن قطعا شرایط بدتر خواهد شد. همونطور که ما دیدیم روزهای اول قیمت دلار و ارز افزایش پیدا کردش داخل ایران. من بعید میدونم که جنگ زمینی داخل خاک ایران اتفاق بیفته، چون این تله‌ای خواهد بود برای اسرائیل. از نظر من خیلی احتمال این بعید هستش و بیشتر مردم رو به انفعال میکشونه این قضیه، اگر ما بخوایم یه همچین چیزی رو مردم بهش فکر بکنن، میگن خب اسرائیل میاد جنگ زمینی میکنه و ما رو نجات میده، پس ما بشینیم دیگه، ما بشینیم، اینا میان همه کارا رو میکنن، در صورتی که سرنوشت این ملت باید به دست خودشون تامین بشه. اگر کشوری بخواد به مردم ایران کمک بکنه باید جبهه خیر رو تقویت بکنه، نه اینکه بره به جنگ باشه. ما باید خود مردم ایران رو قوی بکنیم که بتونن در مقابل جمهوری اسلامی بیستن، که بتونن صداشون رو برسونن به دنیا، که بتونن حق خودشون رو خودشون بگیرن. مردم ایران بچه نیستن که لقمه بذاریم دهنشون. مردم ایران خیلی فهمیده هستن، خیلی آگاه هستن، باید توانمندشون بکنیم. اون چیزی که جمهوری اسلامی 44 سال زده تو سر این ملت، کشتدشون، مالشون رو گرفته، حقشون رو گرفته، دزدی کرده ازشون، اینها
باید حمایت بشه چون مردم ضعیف شدن در طول این سالها. برای چی این همه مردم بلند شدن، کشته دادن، فداکاری کردن، ایثار کردن، ولی دستاورد ملموسی داخل ایران نداشتن؟ بله، یه پروپاگاندایی به وجود اومده بر علیه رژیم، مردم دنیا آگاه شدن، ولی خود مردم هنوز آزاد نیستن و اون ظلم و فشار حکومت بر مردم خیلی بیشتر شده. با سپاس عذر میخوام وسط حرفتون، چون فقط 4-5 دقیقه وقت داریم، دوستان آماده باشن در 30 ثانیه سخن آخرشون رو بگن. من اینو خدمتتون بگم، ببینید دوستان گرامی، همونجوری که اکثرا صحبت کردن، ما مردم ایران و به خصوص از ایران درون مرز، ما باید فکر خودمون باشیم. اینا هر کاری دارن میکنن، من فکر میکنم شاید تو این شلوغی یا موقعیت خوبی باشه ما بتونیم از طریق کارهای مختلف، از جمله این ماشین مبارزه که هفته دیگه احتمالاً یه بخش پروژه‌اش هم شروع میشه، بتونیم کارا رو با هم انجام بدیم با همبستگی زیاد، برای اینکه فکر این گلوبالیستا و کارهایی که میخوان بکنن باشیم، شاید به جایی نرسیم. بنابراین از تک تک شما دعوت میکنم که به اسپیس ایران برید، اگر مایلید اونجا شماره اسپیستون رو بگیرید، از هفته دیگه پروژه‌هاتون رو بفرستید و این همکاری‌ها شروع بشه. برگردیم به جناب شهرام ارشد نژاد. شما یک دقیقه دوست دیگه 30 ثانیه که ما بتونیم به موقع برنامه رو تموم کنیم. بفرمایید جناب ارشد نژاد. من خواهش میکنم، من به یک نکته اشاره میکنم درباره قدرتمند کردن مردم ایران برای پیروزی بر حکومت اسلامی. ما به کمک دولت‌های غربی نیاز داریم. ما 40 سال از مردم به تنهایی نتوانستن، ما همینطور کشته دادیم و خسارت دادیم و حکومت به همه ابزار سرکوب و اطلاعات لازم برای سرکوب مجهز هست. بنابراین ما به ابزاری مشابه اون نیاز داریم که ابزار جمهوری اسلامی رو خونسا بکنه و این در دست مردم نیست. این رو دولت غربی می باید فراهم بکنن که هنوز اونها تصمیم نگرفتن بر اساس منافع استراتژیک خودشون، نه ملت ایران. کسی با ملت ایران کاری نداره، کسی غم ما رو نمیخوره، این روشنه. اما اینکه ما چگونه بتوانیم این تلفیق رو ایجاد کنیم که منافع استراتژیک ملت ایران تقریبا در راستای با منافع استراتژیک غربه، که این سوال هنوز مطرح نشده، این رو اگر ما مطرح کنیم و جا بندازیم، شاید بتوانیم دولت‌های غربی رو به صف بکنیم که بیان از مردم ایران حمایت بکنن و دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو خونسا بکنن. تا زمانی که دستگاه اطلاعاتیشون هست ما کاری نمیتونیم بکنیم. با سپاس از شما. نفر بعدی 3309، جناب ترابی 30 ثانیه بفرمایید صحبت آخر. بله، من قبل از ارشد نژاد صحبت کردم و خیلی عالی گفتم آقای ارشد نژاد. ما باید به دولت‌های غربی بفهمونیم که منافعشون در حمایت از مردم ایرانه و این منافعی که جمهوری اسلامی داره براشون فراهم میکنه کوتاه مدت هست، موقت هست و مضراتی که براشون در بلند مدت داره، حتی اون منافعی که کسب کردن در این مدت، نمیتونه اون خرابی که در بلند مدت براشون به بار میاره رو جبران کنه و دوباره نمیتونن بسازنش. شواهدش و مدارکش همین الان رو شده و همه دارن میبینن که این اسلام رادیکال، این چیزی که به اسم جهاد ازش یاد میکنن، در سراسر دنیا چطور پخش شده و چطور موجودیت خیلی از این حکومت‌ها رو داره تهدید. بسیار سپاسگزارم. جناب شهرسواری 30 ثانیه آخر با شما، بفرمایید خواهش میکنم. ببینید، کشورهای غربی در واقع میشه گفت به این باور رسیدن، ولی الان گفتم توی 2 ماه آینده نهایت ما شاهد تروریست اعلام شدن سپاه از طرف بریتانیا، بلافاصله بعد از بریتانیا آلمان و فرانسه خواهیم بود، که حالا اینجا این صحبت ثبت در تاریخ خواهد شد. و نکته مهمتر این که ما الان چطور میتونیم مردم ایران رو آگاه کنیم از حمله که در آینده، حالا بگیم احتمالی، حمله احتمالی، چون وارد جنگ نمیتونن بشه. وقتی که سپاه از طرف انگلیس تروریست اعلام بشه، مکانیزم ماشه برگرده، بلافاصله سپاه که امکان نداره، چون ایران شوخ میزنن، اتفاقایی میفته که اون حمله باید به رستاخیز میلیونی داخل ایران کشیده بشه و ما باید اینو مردم آگاه کنیم که چجوری میتونه از این فرصت استفاده کرد، که الان توی وقت کم امیدوارم تو برنامه بعدی بشه این فلان به صورت گسترده‌تر باز کرد. مرسی. با سپاس از شما. شوربختانه وقت برنامه ما کمه، شاید بعد برنامه رو زیاد کنیم. تمام مبارزانی که شماره SOS دارن در سراسر جهان،
اگر مایلی در رابطه با این موضوع و یا موضوعهای دیگر در برنامه تلویزیونی در پنل باشید، بعد از اینکه استرستون رو گرفتید ایمیل میزنید به اینفو، میگید منم هستم در رابطه با این موضوع میخوام صحبت بکنم، از این پس از مبارزا خواهن اومد یا در رابطه با پروژه هاشون و یا در رابطه با مسائل بین المللی و به خصوص مسائلی که به ایران و ایرانی ربط داره. مطمئن باشید که ما پیروزیم چون حق با ماست و با کسی هم شوخی نداریم. شب روزتون بخیر، خدا نگهدار، پاینده ایران.